فاصله طبقاتی که شما مطرح میکنید، من یک سوالی دارم. ببینید، اگر دوربین 10 سال پیش 15 سال پیش به این نقطه رفته بود و این موضوع شما را 20 تا 15 سال پیش قرار بود یکی کار کنه، حتما از دل غیرت و سنت یکی یکی رو میکشت. ولی من اتفاقا چیزی که خوشم میاد از فیلم شما اینه که کسی کسی رو نمیکشه و در واقع غیرت باعث کشتن نمیشه. من میخوام بگم که از شما بپرسم، غیرت هم تغییر کرده تو محله سنتی؟ نه، غیرت تغییر نمی کنه، بلکه زن مجبور میشه که شرایطی به وجود میاد که زن مجبور میشه خودش رو انکار بکنه. یعنی مرد باور میکنه این انکار رو، یا مرد چون مرد اون چیزایی که شنیده باور نمیکنه که مرد؟ نه، مرد باور نمیکنه. خب پس چرا غیرت مرد باعث نمیشه؟ من راجع به سر غیرت مرد سر کار دارم. غیرت مرد چرا باعث نمیشه که آدم به طرف مقابله بکشه؟ غیرت تغییر کرده؟ نه، ولی آدم ها میتونن تغییر بکنن. من فکر میکنم که اگر که راحله در واقع حقیقت رو به زبون میآورد کاملا، خب اون اتفاق عادتا به یه شکلی میافتاد. اما اگه به طور کلی بخوایم اون شرایط فاصله طبقاتیه، اون شرایط چیه؟ شرایط چیزای دیگه هم با توش باشه که زن رو وادار میکنه که حقیقت رو انکار کنه. بله، ببینید، شکاف طبقاتی و فاصله طبقاتی، حالا موضوعیه که من دارم میگم که ممکنه خیلی از اتفاقات رو رقم بزنه، خیلی از ناهنجاری های بله ناهنجاری داخل. بله آره، رقم بزنه. ولی در واقع موضوع اصلی سکوتی که همه آدم های این محل میخوان که برقرار باشه. یعنی با اینکه همشون تقریبا میدونن حقیقت چیه، ولی ترجیح میدن به خاطر اون مواجبی که میگیرن و به خاطر اون آرامش موقتی که بابت اون پول ماهانه که به دست میارن از طریق اون آدم، ترجیح میدن که اون سکوت رو داشته باشن. یعنی فقط اقتصاد ریشش؟ اقتصاد ریشش؟ یه بخشش اقتصاد، یک بخشش چیزای دیگه است، مثلا مثل اعتبار محلی، آبرو، نمیدونم، از نداشتن آرامش. یعنی این ترجیح میده که آرامش کذایی رو داشته باشه ولی در واقع یک طوفان رو تجربه نکنه، اما بخواد یک معضلی رو از ریشه حل بکنه. میدونین چی میگم؟ به همین دلیل هم ما در نهایت ببینیم که موشها هنوز هستن و هیچ مشکلی حل نمیشه.